سلام گرم من بر عزیزانم، ایشالله که روزگارتون به خوبی پیش بره و به امید فردای خوب با زندگی آرومتر بتونید سپری کنید. من امروز میخوام درباره فرامرز اصلانی صحبت کنم که چطور شد آوردیمش امریکا. پرستوهای خسته که غبار هر سفر به بالهایتون نشسته، آیا هنوز هم میگذری ز شهری که زمونه برویم در آشو بسته؟ وقتی من و شهبار در خونه شهبار برنامه ریختیم که یک کنسرت من بذارم در شراین آناتوریوم، پیشنهاد شهبار بود که فرامرز اصلانی میشناسی؟ گفتم نه. هم پسر خوبیه و هم صدای خوبی داره، گیتار هم میزنه و عالیه. گفتم شهبار جان، حرف تو حرفه، هرچی تو بگی بخوای انجام خواهم داد. گفت من با فرامرز صحبت میکنم، خبرشو میدم. خلاصه همون ساعت زنگ میزنه فرامرزم، فرامرز قبول میکنه که بیاد. دیگه پاسپورت انگلیسی داشت و میتونست راحت بیاد. قبول کرد که در این شو انجام میشه، ولی گفتیم زودتر بیاد که ما بتونیم فرامرز رو لانسه کنیم و بتونیم به روز کنسرت میره شناخته شده باشه. فرامرز قبول کرد و ما بلیت فرستادیم و فرامرز حالا 3 ماه مونده به کنسرت فرامرز اومد. دستم را تو بگیر، التماسه دستم را بپذیر، درمانی باش بیش از آن که بمیرم. شب اولم خونه همین شهبار عزیز با خانومش خواست یه مهمونی دادن و به خاطر فرامرز ما بودیم و فرامرز هم تکیلا خور بود، ما ویسکی میخوردیم. خلاصه اون شب گفت باید تکیلا، ما تکیلا رو با فرامرز اصلانی شروع کردیم. گذشت، ما همینطور خب دیگه فردا شب هتل شرایتون یونیورسال رو گرفتم براش که بره اونجا زندگی کنه و کاراشو تبدیل کنیم و حتی دادم یه ویدیو هم دیوید ویکتوری ازش گرفت و خیلی هم ویدیو تمام تلویزیون ها پخش شد و فرامرز سر صدا شروع کرد. از این طرف هم نزدیک نوروز بود، شوهای غریب افشار ما گذاشتیم با اردشیر فرح، رفت میزدن و میخوندن و خلاصه از این برم خواهرزادم آزمین رو از لندن آورده بودم که سخنگوی این برنامه باشه، اونم باهاشون خاطی شده بود.
حالا سه چی بگم، ما با فرابست خواستیم میرفتیم شرایط، وقت عصر میشد میرفتیم شرایط و اونجا شروع میکردیم یه دیرین خوردن. ما با فرامرز رفیق شدیم، بعضی وقتا شعبال اونجا بود و واقعا شعبال دیدش عالی بود در قبال فرامرز جان. بیا فرامرز هم یه شخصیت بالایی داشت و ما خوشمون اومد و رفاقت بود، رفیق شروع شد. واندم که با تو بود روشن چراغ عمر، مهریست بر لبم که تو با بوسه بسته ای، هر سو نگاه می کنم آنجا نشسته ای. حالا سه مهمونی هایی که می رفتیم و ما بگوتیم اگه ما می آیم، هم فرامرز می آیم هم خارزادم، اینا تکیلا خورن. ما رفتیم یه مهمونی که برای خانمی بود، اونم یه تکیلا مکزیکی آورده بود که کرم داشت، تایه تکیلا کرم داشت، این کرم های کوچیک. خلاصه تکیلا که تموم شد با هرکی فرامرز بود، با هرکی کرمه بخوره توپ توپ میشه. خارزادن گفت منم میخوام و اونم گفت منم میخورم و قرار شد بطری وقتی چیز تماشه کرمه فقط تشه بچرخونن روبرو، هرکی افتاد اون کرمه رو بخوره. خلاصه بطری چرخید افتاد به خود فرامرز، فرامرزم انداخت توی گلاس تکیلا و یه شات تکیلا با کرمه رو رفت بلا. ما گفتیم چجوری خوردی کرمه رو؟ ازم بروشم نیورد و گذشت. دیگه مهمونی تموم شد، ما برگشت. فرداش پرسیدم فرداش کرمه چی کار کرد با تو؟ گفت والا تا صبح نخورد، نتونستم بخوابم، قویه. بودم فهمیدم برای چی بخواد، قوی کردن کمر میخواست. یاد والا ازاد اشرف افتاده بودم، افتادم که اونم گیلاسای کرمو میخورد که کرم داشت، اونم برای کمرش میخورد که سکس داشته باشه. خواستان این برنامه دو سه بار توی این مهمونی انجام شد و خلاصه همه دیگه بخواستم اون کرمه رو بخورم. داستان جالبی شده بود. من خاطرات خیلی شیرین کوچیکی که داشتم با فرامرز این بود و اون شب برنامهش هم واقعا فرامرز با گروه اردشیر فرح واقعا درخشید و ایشون فرامرز شد فرامرز و در لس آنجلس مثل توپ ترکید. نشد، ما تا برنامه که اومد مثلا خونه من در سان فرانسیسکو و اینا که اون شب هم ما کلی تکیلا خورده دیم، حال کرده بودیم دیگه. واقعا وقتی هم که میخون با حالتر میخون با این تکیلا که خوردیم. به شب هم همونجا خوابید و صبح آمدیم ببریمش فرودگاه که ماشین اون خانوم برده بود. کلی هم ازش خجالت کشیدیم، خلاصه با تاکسی فرستادیمش فرودگاه. بله، فرامرز رو من خیلی خاطرات دارم و فرامرز هم میدونه که ما ها دوستش داریم، مخصوصا
شهبال عزیز که اینو معرفی کرد و ما آوردیمش. منم از همین جلو دوربین از فرامرز تشکر میکنم و از شهبال عزیزم تشکر میکنم که چنین سوپر استاری رو ما تونستیم بیاریم و به اینجا برسونیم. و همیشه آرزوی موفقیتی رو دارم براش که حقش هست، مثلا زمانی که با داریوش هم دو صدای خون نشون داد چه قدرتی داره و چه صدایی داره در مقابل داریوش ها. و این شخص شایسته بالاتر از این هم هست. میریم به امید روزای خوب برای فرامرز ارسانی دیداری داشته باشیم، در این دهکده ازش استفاده های زیادی خواهیم کرد. اگه یه روز بری سفر، بری ز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه، بخونه از دیار یاری چرا میری تنها میذار. اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم. به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری.